لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. در سینه من به غیر کین تو مباد مباد مباد، نفرین تو باد و آفرین تو مباد. ای دین تو بس بتر زهر کفر که هست، هر کفر که هست باد و دین تو مباد. شاید کمتر از 40 سال پیش بود که دکتر اسماعیل خویی وقتی که کتاب دینداری و خردگرایی رو بهش دادم، بعد چند روز این رو برای من فرستاد. ایمیل نبود، موقع تلفن دستی هم نبود، فاکس هم نبود، برای من فرستاد. اولی که از کتاباش که امضا کرده بود این گفتش دیم. دکتر اسماعیل خویی از شخصیت هایی بود که متفکر چریکای فدایی خلق بود. یعنی کتاب کارل مارکس رو اون ترجمه کرد از انگلیسی به فارسی، به پارسی، و داد به امیر پرویز پویان و مجید و مسعود احمدزاده از بنیانگذاران. ولی دکتر اسماعیل خویی یکی از شخصیت‌های علمی فرهنگی و درست و پاکندیش تاریخ ایران بود. پس از اینکه بحث‌ها کردیم با هم، صحبت‌ها کردیم با هم و غیره، ایشون پذیرفت که اینها همه در زمان آریامهر اشتباه کردن و پیش از مرگش، سالها، چند سال پیش از مرگش، از پادشاه پوزش خواهی کرد و برای شهبانو پیام‌های فراوان فرستاد و گفت ما اشتباه کردیم اون موقع. یعنی رهبر و ایدئولوگ چریکای فدایی خلق. حالا بقیه گروه ها که جای خود داره. امروز درسی که میخوام بدم خیلی مهمه و مهرورزی کنید نه تنها گوش میکنید، یادداشت میکنید و در اینجا آن سیف آن رجیستره میکنید، ذخیره میکنید، به دیگر یاران هم برسونید. خیلی مهمه، مثل همیشه مهمه، مثل تو این 40 خورده سال که عرایز سیاوش اوستا با مهر یزدان پاک نادرست هم نبوده است. امروز میخوام بهتون اول از همه بگم که دشمنان ما که زیادم هستند هرگز نمیخوان که ما قهرمان داشته باشیم. قهرمان داشتن خیلی خوبه، محبوب باشه یک کسی خیلی خوبه، اینا نمیخوان کسی محبوب باشه. چرا؟ چون چه در سیاست، چه در هنر، در هر چیزی اگر کسی محبوب باشه، در قدرت باشه، مردم دوستش داشته باشن، میتونه بشه مثل محمد رضا شاه و ایران رو به دروازه‌های تمدن بزرگ ببره. راحت کار خودش رو بکنه بدون اینکه هر روز اغتشاش و درگیری و خون و خونریزی نباشه. اگر محبوب باشه مثل رضا شاه میشه، میاد یه ویرانه ای رو و سرشار از بیماری تحویل میگیره، یه ایران نو و آباد آزاد میسازه، بعد که میخواد بره میبینیم چی میشه. محبوب نباید باشی، قهرمان هم نباید باشی. برای همین از سالها پیش نظم نوین حاکم بر جهان که قدمت چند هزار ساله داره، مال امروز نیست، اینا یکی از تصمیم گیری هاشون این بود که قاطع هم پیشش رفتن که آقا توی کشور طرف محبوب نباید باشه، چه در فرانسه باشه و کشورهای دیگه و چه در جهان سوم باشه و ایران ما. در فرانسه شما در نظر بگیرید میتران 14 سال رئیس جمهور بود، خدمات بزرگی در سطح جهانی انجام داد. عامل اصلی صلح عرفات با شیمون پرز اسرائیل فلسطین او بود. لخ والسا رو اون از زندان به قدرت رسوند، نلسون ماندلا رو همونطور. از چکسلواکی و اونجا که آفریقا جنوبی بگذاری برو شیلی، سالوادر آلنده و اینها کشته شده بودن. یادتونه میتران بود که
تحولات بزرگی در جهان به وجود آورد و چون من از نزدیک میشناختنش و با کاراش آشنا بودم، اینو قاطع میتونم بهتون بگم. و روزی هم که از جهان رفت، صد و خورده این نفر در یونسکو جمع شدن، سر تا سر جهان، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر پایین تر از این نبود، شیمون پرز و یاسر عرفات هم اونجا بودن، سیاوش اوستا دوست حقیر و فقیر و شما نیزی که از اونها بود. اونجا من یک صحبت کردم، هر کسی میتونست 10 دقیقه صحبت کنه از این صد خورده آدمی که اونجا بودن، که همه هم خوب صحبت نکردن، زن خود میتران هم حضور داشت. اونجا من نکته اشاره کردم، گفتم که سپاسگزار این مرد هستم که نه تنها از خمینی حمایت نکرد و اولین کشوری بود که خمینی رو به رسمیت نشناخت، بلکه دروازه های فرانسه رو به روی پناهندان باز کرد که هم اومدن اینجا و امکانات اون موقع سال 1980 به بعد 81-83 تا بعد تا وقتی بود امکانات خوبی بود. ما 2 خطمن می‌نوشتم برای هر کسی که جونش در ایران در خطر بوده، بهش پناهندگی میدادن و به ده ها نفر کاری کردم بدون که حتی یک شکلات ازتون بگیرم. این کاری کردم براتون، یادتون باشه، بدون که حتی بگم بیاین برین روزنامه ما رو فلانجا بذارید بفروشید فلان کار بکنید. اگر کسایی برای من کار کردن توی سالها، بهشون حقوق دادم، یعنی بهره کشی نکردم مثل که خیلی تشکیلات میکنن که تا برای کسی کاری میکنن دیگه میشه برده. همه تون شاهدید و بسیار خرسندم که امروز این عزیزان من در ارگانهای بالای قدرتهای جهانی حضور دارن. خیلی خرسندم از این قضیه. حالا دشمن نمیخواد تو قهرمان داشته باشی. میتران قهرمان بود، میخواستن ترتیب شو بدن، مریض بود، خودش خداحافظی کرد، بدرود گفت رفت. جیسکار کاری نکرده بود، ولی بعد از اون آدم های دیگر شیراک رو در ترتیب شدن محاکمه فلان اینا، چون محبوب بود بین فرانسوی ها. بقیه همینطور، سرکوزی محبوبیت داشت و یک کاری هم کرده بود به نفع فرانسه بر علیه جهان سوم، ولی دیدین چه بلایی سر شد که محکوم به زندانش کردن. همین مکرون رفیق ما الان رئیس جمهوره، دوران ریاست جمهورش تموم بشه، اگر اون ذکاوت خودش رو دنبال کنه امکان داره که برهد از این قضیه، وگرنه شما مطمئن باشین بعد از ریاست جمهوری بت شکنی میکنن، ترتیب میدن که دیگه نتونه بیاد رئیس جمهور بشه و دادگاه و محاکمه های پرونده های همین چیزهای اخیر را می زمین زدن مکرون هست، از قبل اینکه میخواستن بیزن بکشن. پس بت نبایستی هیچ جا باشه، شخصیت نبایستی باشه، جهان سوم بایستی خصوصا آدمایی باشن که تا میاد قدرت میگیره اگر رئیسیه بگه ما بیت جلاد جنایتکار هر، و بعدم حالا میگیم بعد ریسی بری کیم بیاد میراسیون روسی هم بیادمونه، روحانی هم بود، این همشون طی این 43 سال در قتل و جنایت و کشتار دخیل بودن و سهیم بودن، ملازم فرمایید. حالا از همه اینها که بگذاریم، نکته بسیار مهم مربوط میشه به سرزمین ایران خود ما. ما برای ایران برنامه هایی داریم، کارهایی داریم، بایستی بدونیم که ما در درون ایران کنونی قهرمان داریم، کسانی داریم که به ایران می اندیشن و در قدرت هستن، همین هایی که نفوذ کردن، همچنین که دشمن نفوذ میکنه، نیروهای ایرانی در برابر ان ایرانی ها نفوذ میکنن، قدرت به دست میگن تا بتونن برن بالا کارشون رو بکنن. همین کار رو همه کردن در طول تاریخ. وقتی که کسی میخواد قدرت بگیره، اول باید به قدرت خودش رو بچسبونه. تا اگه خودت به قدرت نچسبونی که نمیتونی قدرت بگیری. مردم هم که همجور الکی نمیتونن بیان کسی رو برن بالا. اصلا مردم باید سازماندهی بکنن، تشکیلات داشته باشن، تو احزاب و غیره چیزی وجود نداره تو ایران. پس قهرمان باید خودش بلد باشه بچسبونه تا بیاد بالا. وقتی چسبوند اومد بالا، وقتی میرسه بالا ترتیب همه رو میده. ما از الان میخوام امروز نمونه هایی به شما بگم. مثلا شما در نظر بگیرید در ایران این تازیان حاکم هستن و زور و قتل و میدونید یک نفر ان ایرانی، حالا میگیم تازی و بیگانه و اشغالگر و همه، یعنی ان ایرانی یعنی ضد ایرانی، با یه قمه بیاد، با یه قمه
همه فرار میکنن، بعدم با قمش میزنه 200-300 تا زخمی و خونی میکنه چون خره. حالا کسی که میخواد بیاد در برابر